پربیننده ترین برنامه ورزشی تحلیلی ایران در پربیننده ترین شبکه تلویزیونی این کشور دو هفته است روی آنتن نمی رود. 90-20 سال است که از شبکه 3 تلویزیون ایران پخش می شود. مجریش محبوب ترین، اما دعوا سر چیست؟ آنچه بر عادل فردوسی پور و برنامه 90 می گذرد را به خوبی می توان در این قاب عکس دید. آخر خرداد است. ایران در جام جهانی با اسپانیا بازی دارد. فردوسی پور اسطوره فوتبال اسپانیا کارلوس پویول را دعوت کرده. آقای پویول در تهران است اما اجازه ورود به صدا و سیما را ندارد. عادل مانده و صندلی خالی. من میخوام چیکار کنم؟ من میخوام به خاطر کارلوس پویول شماش 5 بود دیگه. بله. خب از من چی بهش بگیم؟ مثلا بگیم بزنیم 55 به خاطر مثلا واقعا موندم بهش بگی آقا چی مثلا اومدی بعد هی خدا 911 41. این روزنامه اعتماد کمی پس از آن اتفاق منتقدان هم از هزینه پرداختی برای کارلوس پویول اعتراض کرده بودند و هم نگرانی از شکل و ظاهرش بود. اما دعوای صدا و سیما و برنامه 90 عمیق‌تر از این حرف است. یک ماه قبل از همین حادثه این شخص مدیر شبکه 3 صدا و سیما شد. با آمدن او عادل فردوسی پور به قول خودش پدر معنویش را در شبکه 3 از دست داد. از ادبیات مشخص است اتفاقی افتاده. مدیر جدید علی فاروقی است، حدوداً 30 ساله. او پیشتر رئیس مرکز بسیج صدا و سیما بود. فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه امام صادق، قائم مقام بنیاد اندیشه های امام در نهاد رهبری در دانشگاه ها. او همچنین فرزند باجناق غلامعلی حداد عادل هم هست. حالا خیلی‌ها می‌پرسند آیا شایستگیش او را به اینجا رسانده یا داستان چیز دیگری است؟ همزمان علی نادری سردبیر سابق سایت رجا نیوز از رسانه‌های نزدیک به جبهه پایداری و مخالف دولت در این باره نوشته بود سالها صدا و سیما در اختیارشان بوده. بهترین ساعت آنتن، بیشترین حمایت مالی و اسپانسر تبلیغاتی. حالا که باید برای انتصاب جوانی پر انرژی به جای مدیران مسن خوشحال باشند، اعلام خطر می‌کنند. با این همه فرصتی که به شما داده شده، ژست اپوزیسیون را می‌گیرید. پس بگذارید مدیریتش هم دست انقلابی ها باشد. عاشق دعواست. دعوای دیگران. کی؟ اجازه بده. کی آقا؟ و چالش و دعوا. بعد چی میشه؟ این چیزی که من بارها دیدم. یکی میاد رو خط. یکی دیگه هم میارن رو خط. یکی دیگه هم میارن رو خط. 3 نفر. عادلم اونجا نشسته. و هیجان زده. اینا که دعواشون شروع میشه، از این به بعد دقت کنید. اینجوری میشه. برنامه 90 به خاطر شفافیت و بررسی ابعاد فساد در فوتبال ایران و به قول فوتبالی ها تکل هایی که هر از گاهی به عمل کرده برخی چهرهای سیاسی ایران داشت، بسیار در سیبل انتقاد منتقدان سرسخت بوده و هست. این برنامه که دست کم 2 تا 3 میلیون اسمس دریافت میکند از جایگاهی ممتاز نزد مخاطب ایرانی برخوردار است، چه در داخل و چه خارج. تلاش در برهه‌ای که صدا و سیما ایران در تقلا برای بازگرداندن اعتماد از دست رفته مخاطب است. برنامه‌ای که معمولاً حدود ساعت 10:30 یا 11 شب ایران روی آنتن می‌رود، هفته پیش به خاطر بازی انگلیس و اسپانیا زودتر از 12 شب جایی در جدول پخش سازمان به آن نرسید. چیزی که برای عادل فردوسی پور قابل قبول نبود. برای برنامه‌ای که محبوبیتش را با تعداد اس‌ام‌اس‌هایی که برایش می‌فرستند می‌سنجد، این زمان پخش خیلی دیر است. نفهمیدم اصلا چی شد، چون من فکر میکردم دیشب 90 پخش میشه. 1:30-2 شب که از استودیو آمدیم بیرون پرسیدم گفتم چی شد، گفتم پخش نشد. و دیگه صبحم که اومدم سر برنامه، اتفاقا اینجا از مسئولان شبکه خودمون خواهش کنم که در این زمینه اطلاع رسانی شفاف بکنند. 90 هفته دیگر هم پخش نمیشود. اربعین است. هواداران کلافه از دعوای درون سازمانی 3 هفته است 90 نمیبینند. منتقدان اما خوشحال از احتمال شکست انحصار 90 و عادل فردوسی پور. مرساد کوهنروز، BBC.